سلام، وقت شما بخیر. ما میتونیم بر اساس این که سایتی که ما داریم میزنیم روی چه نوع دستگاهی قرار نمایش داده بشه، ویژگی های خاصی به اونها بدیم. مثلا پرینت یا قراره توی اسکرین دیده بشه یا برای خط بریل یا برای موارد دیگه هست. مثلا یه سری ویژگی ها هست مثل وایس فامیلی. خب اونو فقط دستگاه شنیداری خواهیم داشت و ممکن است که مثلا توی در واقع مثل فونت فامیلی نیستش که من روی چاپی یا قسمت اسکرینی داشته باشم. برای این کار ما میتونیم از ادساین مدیا استفاده کنیم و ویژگی های دلخواه خودمون رو به عناصر زمانی که قرار هست توسط دستگاه مختلف دیده شن معین کنیم. پس من میام در اینجا، ببینید، من میگم که این تگ پی ما هست، یه متنی هم توش نوشته شده به این شکل. حالا میخوام بیام اینجا چیکار کنم؟ حالا میخوام بیام اینجا و بگم ادسان مدیا. ببینید انواع مدل ها رو داره نشون میده. میگم توی اسکرین برای تگ پی من میخوام رنگم آبی باشه یا مثلا فونت سایزم 15 پیکسل باشه و رنگش هم مثلا میخوام رنگ زرد باشه به فرض. اما میدونم توی حالت چاپی، یعنی حالت پرینتی، این حالت رخ میده که من اگر بخوام متنم رو زرد بذارم خیلی بد دیده میشه. بنابراین میام رنگش رو مشکی میذارم. و مثلا فونت سایزش رو میذارم 42 پیکسل. یه فونت سایز خیلی بزرگ. حالا اگر اجرا کنیم ببینید چون اسکرین هست دیگه اینو اجرا نمیکنه. پرینتی رو اجرا نمیکنه. حالا اگر بخوایم پرینت بگیریم در واقع باعث میشه که بر اساس اون مدل پرینت ما ویژگی هایی که درون این بخش نوشته شده رو بذاریم. حالا ممکنه برای دیوی ویژگی بذاریم، برای کلاس اینترو ویژگی بذاریم، برای آیدی فلان یه چیزی در واقع همه ویژگی های خاصی که قرار است تو حالت پرینتی داشته باشن رو درون این بخش باید قرار بدیم.